Bismillahirrahmanirrahim. 12 mürtekibi günah boyat bir guyat ve ancom dihat. Ma yekulu ve yef'alu men aznebe zembe. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min abdin yuznibu zemben feyuhsinu tuhur. Thumma yekumu feyusalli rak'ateyn. Thumma yestagfirullaha illa gafarallahu leh. هر بنده که مرتکب گناه شود پس طهارت خوب بکند، دو رکعت نماز بخواند و از الله تعالی طلب مغفرت گناه نماید. الله سبحانه و تعالی او را خواهد بخشید. این حدیث بیانگر وسیع بودن فضل پروردگار الله سبحانه و تعالی و رحمت او است که در برگرنده همه چیزها و موجودات است. و اینکه انسان وقتی که گناه میکند میتواند طهارت کند و نماز بخواند و استغفار آن را جبران نماید، برای آنکه آتش با آب خامش میشود و آتش معصیت و گناه را باید با آب طهارت از بین برد. فایده های حدیث. فایده اول، دروازه توبه تا نرسیدن روح به حلقم باز است. فایده دوم، شتاب ورزی در توبه همراه با پشیمانی و دست کشیدن از گناه نشانه نیکبختی است. فایده سوم، انسان مؤمن همچون گناهی بالای سر خود میپندارد که هر لحظه ممکن است بر او بیفتد و از این رو حرکت بکند تیز توبه نماید. ولی برای انسان منافق عکس این حال است. فایده چهارم، این حدیث در مورد گناهان خرد است، اما گناهان کبیره نیاز به توبه و گاه اقامه حد شرعی از طرف حاکم مسلمان دارد، مگر اینکه خود انسان از گناه کبیره خود با خبر باشد و توبه کند و انجام عمل نیک را زیاد نماید و در آخر الله سبحانه و تعالی در مورد بنده اش تصمیم میگیرد که او را ببخشد یا عذاب دهد.